اکثر مردم فکر میکنن که استامینوفین و ژلوفن که اسم درستش ایبوبروفنه هیچ فرقی با هم ندارن و فقط یکی یکم ضعیفتر از ایبوبروفنه اما در حقیقت اینطوری نیست این دو دارو کرده متفاوتی با هم دارن و در بعضی مواقع نمیشه به جای همدیگه استفادهشون کرد تو این ویدیو میخوایم توضیح بدیم که این دوتا مسکن چطوری کار میکنن چه تفاوتهایی دارن چه چجوریه کجاها نمیتونیم به جای همدیگه استفاده کنیم و چطور اینها رو مصرف کنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم سلام خیلی خیلی خوش اومدید من دکتر نیما هستم و این کانالمه که یک مجله پزشکی سلامتیه و عضویت در این مجله کاملا رایگانه فقط کافیه که سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتید زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوها رو از دست ندید درد یکی از مهمترین احساسهایی که در انسانها وجود داره و اگر درد وجود نداشته باشه انسان ها نمیتونن اصلا زنده بمونن اما گاهی باید این درد رو ساکت کنیم تا بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم مثلا وقتی که سر درد داریم اینجاست که ما به سراغ مسکن ها میریم و از ارزون و ترین مسکن هایی که توی بازار وجود دارن استامینوفن و ایبوبروفن هست که به اسم تجاری مختلفی مثل ژلوفن در داروخونه ها به فروش میرسه اما طرز کار استامینوفن و ایبوبروفن با هم فرق دارن یک سری آنزیم هایی توی بدن ما وجود داره که برای ایجاد درد میاد یک ماده ای به نام آرشیدونیک اسید رو تبدیل میکنه به پروستاگلاندین و پروستاگلاندین ها حس درد رو به وجود میارن آنزیمی که مسبب این کار هست اسمش کاکس هست که یک دو و کاکس سه داره طرز کار استامینوفن حقیقتا هنوز از لحاظ علمی خیلی مشخص نیست اما چیزی که مشخصه اینه که بیشترین عمل کرد رو توی مغز در داره به خاطر همین کاربرد استامینوفن کاهش احساس درد توسط مغز و تبر خوبی هم هست و میتونه واسه کاهش تب بشه اما از اون طرف ایبوبروفن کاکس یک و دو رو هم توی مغز مهار میکنه و هم توی بدن به خاطر همینه علاوه بر اینکه باعث کاهش درد میشه و تبر خوبی هم هست باعث کاهش التهاب در جاهای دیگه بدن هم میشه به خاطر همین توی دردهای روماتیسمی توی دردهایی که به خاطر شکستگی ها ایجاد میشه یا دردهایی که مفصل رو درگیر میکنه خیلی داروی بهتری حتی برای میگرن هم که یک حالت التهابی توی مغز ایجاد میکنه ایبوپروفن خیلی میتونه بهتر کار بکنه به خاطر اینکه خاصیت ضد التهابی داره که استامینوفن اون رو نداره همین قابلیت کم کردن التهاب باعث میشه که توی کم کردن دردهای قاعدگی هم خیلی موثر باشه شاید خیلیامون ندونیم که التهاب یعنی چی از لحاظ پزشکی وقتی یک بافتی پرخون میشه قرمز میشه و گرم میشه بهش میگن ملتهب شده که حتما براتون پیش اومده که مچ پاتون مثلا پیش بخوره و ببینید که اندامتون خیلی ورم میکنه قرمز میشه گرم میشه این همون التهابه که توی این مواقع ایبوبروفن میتونه خیلی کمکتونه و استامینوفن اصلا تاثیر روی اون التهاب نداره تا اینجا به نظر میاد که ایبوبروفن داروی خیلی قوی تریه و کاربردهای خیلی بیشتری داره و کاملا درسته اما وقتی بریم سراغ عوارض این دو دارو میبینیم که بعضی جا بهتره که استامینوفن رو استفاده کنید مثلا استفاده طولانی مدت از ایبوبروفن میتونه باز زخم های معده بشه برای کسایی که معده حساسی دارن یا سوزش سر دل دارن میتونه آسیب به معدهشون بزنه و سوزش سر دلشون رو زیاد بکنه همچنین میتونه به کلیه در دراز مدت آسیب بزنه میتونه فشار خون رو هم بالا ببره و آسیب هایی برای قلب و عروق ما به وجود بیاره البته تاکید بکنم که این در استفاده خیلی طولانی مدت و با دوز بالا اتفاق میفته و برای دردهای روزمره عادی مثلا اگه هفته دو بار سه بار سردرد میگیرید اشکالی نداره که با این قرص های مسکن سردردتون رو کاهش بدین نمیخوام بترسونمتون اما از اون طرف مهمترین آرزه که استامینوفن داره سمیت کبدیه یعنی برای کبد سمیه و اگر اووردوز اتفاق بیفته در استفاده از استامینوفن حتی میتونه باعث از کار افتادن کبد و مرگ طرف بشه به علاوه اون تووع و استفراغ هم از عوارض شایع استامینوفنه نکته مهمی که برای بارداری وجود داره اینه که استامینوفن در بارداری کاملا سیفه و هیچ مشکلی نداره خانم باردار میتونن برای کم کردن دردشون از استامینوفن استفاده کنن اما ایبوبروفن بهتر که استفاده نشه یا حتما با پزشک مشورت بشه قبل از استفاده ازش به خصوص در هفته 20 به بعد خیلی میتونه روی دستگاه کلیه و گوارش جنین تاثیر منفی داشته باشه تا اینجا ویدیو چطور بود اگه تا اینجا خوشتون اومده حتما لایک رو فشار بدید که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده بریم سراغ اینکه چطور اینها رو مصرف کنیم از اتامینوفن برای کاهش درد یا تب میتونه هر 6 ساعت مصرف بشه البته میشه هر 4 ساعت هم مصرف کرد اما یادتون باشه که از این دیگه بهتره که بیشتر مصرف نکنید مثلا هر سه ساعت مصرف نکنید چون همونطوری گفتم یه سمیت کبدی داره که میتونه کبد رو از کار بندازه ایبو بروفن هم بهتره که هر 6 ساعت مصرف یه سوال مهم اینجا وجود داره که آیا میشه هر دوتا رو با هم مصرف کرد بله همونطور که توضیح دادم چون مکانیزم کار کرده این دوتا متفاوته میتونید این دوتا رو هم با هم مصرف کنید به خاطر همینه که اصلا داروهایی وجود دارن مثل نوافن که خودشون اومدن استامینوفن رو با ایبوبروفن ترکیب کردن البته اینها کافئین هم دارن برای اینکه سرعت عملکرد غص رو بالاتر ببره ولی میتونه باعث بیخوابیتون بشه پس اگر نمیخواید این داروها رو مثل نوافن رو مصرف کنید میتونید خودتون استامینوفن و ایبوفن رو مصرف کنید همراه با هم که تاثیرش خیلی بیشتر میشه چون با اینکه مکانیزم متفاوته اما روی هم اثر میذاره و هر کدوم اثر اون یکی رو هم بیشتر میکنه برای استفاده همزمانشون دو تا حالت وجود داره یا هر دوتا رو هر 6 ساعت به 6 ساعت با هم مصرف کنید یا اینکه هر 3 ساعت یکیش رو مصرف کنید اینجوری هر 3 ساعت در میون یک دوز مسکن دریافت میکنید این روش های استفاده باعث میشه که عوارض استامینوفن و ایبوپروفن در کمترین حالت براتون پیش بیاد و بیشترین تاثیر رو هم ازش بگیرید توی آخرین قسمت ویدیو میخوام یک سری از داروهایی که با ایبوپروفن یا استامینوفن یا هر دوتاشون تداخل رو معرفی کنم که یه جدول ازش میذارم این رو اسکرین بگیرید برای کسایی که داروهای مختلفی مصرف میکنن میخوام بدونن که کدوم یکی از این داروها با دارویی که در حال حاضر مصرف میکنن تداخلی نداره مثلا کسایی که وارفاین مصرف میکنن هم استامینوفن و هم ایبوبروفن با داروشون تداخل ایجاد میکنه و بهتره که با پزشکشون راجع به استفاده از این دوتا مشورت کنن یا مثلا خیلی هستن که برای کنترل فشار خونشون دارو مصرف میکنن داروهایی مثل لوزارتان و والزارتان این داروها تداخل دارن با ایبوبروفن و بهتر که ایبوبروفن با اینها مصرف نشه و این افراد بهتر که از استامینوفن استفاده بکنن برای کاهش دردشون چون همونطور که گفتم ایبوبروفن میتونه روی عملکرد کلیه تاثیر منفی بذاره بقیه داروها هم توی تصویر هست میتونید خودتون ببینید و داروی درست رو برای خودتون انتخاب کنید اگر هم جای شک دارید حتما با پزشک خودتون که آشنا هست با وضعیت سلامتیتون مشورت کنید امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه مرسی که تا آخر نگاه کردید خدا نگه دار